شاخه های این درخت کهن. برنامه از ناصر شاهین پن. دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. من و شما داشتیم صحبت میکردیم که اسکندر در فینیقیه بود و در شهر سور و مقاومت اونجا که وقتمون تموم شد. به حال این مقاومت در اونجا نشون میده که در اردوی ایران هم یه جنب و جوشایی بوده، یه نیروهایی بوده، یه آدمایی بودن، مدیریت خوبی روی اینا نبوده، تمرکز درستی نداشتن. اینا بین 7 ماه یه نیروی کوچیک در یک شهر کوچیک بتونه سپاه اسکندر رو متوقف کنه. حالا در این 7 ماه که سپاه اسکندر پشت دیوارای یه شهر مونده، نیروی دیگری نیست از جای دیگه بیاد حمله کنه به این. اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که اسکندر درست فکر میکرده که اینا تموم شدن، اینا سر آمده تاریخشون. به هر مسئله این منطقه دنیا برای اسکندر اینقدر جدی بوده از نظر نظامی که امروزه وقتی که خواه تاریخ رو آدم به صورت خیلی مختصر میخونه که در جنگ ایسوس فاتح شد، دمشق هم گرفت، اما به جنگ که بره به بابل پایتخت ایرانی ها رفت، به مصر رفت، به فینیقیه، معنی نداره این حرف. دشمن هم رها کرد به حال خودش. بله امروز به هیچ وجه این حرف معنی نداره، ولی واقعیت امر این است که با این دو شکستی که به ارتش شاهنشاهی هخامنشی وارد شده بود و با شناختی که داریوش سوم داشت، میدونست که کار اینها تمامه، خیالش راحت بود. به حال بی خود نیست میگن شگرد ارسطو بوده. اینا بدونیم که اون آرمیتاس فرمانده داریوش بعد از این شکست با سپاهیانش میره با آسیای صغیر و در اونجا قسمت‌هایی از فتوحات اسکندر از اسکندر پس میگیره. البته سپاه اسکندر جاهای دیگری است، آدمایی که اونجا گماشته بوده میزنه بیرون میکنه دیگه. معلومه بعضی از نقاط آسیای صغیر رو به حال دو مرتبه پس گرفته بوده و اسکندر خطر میدونسته، درک میکرده. بعد از 7 ماه مقاومت سور هم به دست اسکندر سقوط میکنه. دیگه با سقوط سور امید اسپارت ها که بیان به ارتش ایران کمک بکنن هم به یأس تبدیل شد. یعنی دیگه شکست به نقطه پایانیش رسید از نظر نظامی، چون اسپارت ها میدونستن که نیروی دریایی قوی از ایران تو اون منطقه هست. حالا اسکندر نگران خود یونانی ها هم هست. با سقوط قزه یه ساتراپ ایرانی که در اونجا بوده به نام مزیکه، اونم به دلیل نداشتن امکانات جنگی و همه چی بدون چون و چرا اونم تسلیم میشه. کاری نداشته به این جزئیات. اینه که در همون سال اسکندر قدم میذاره در خاک مصر. حالا چگونه از سرای سینا عبور میکنه، چجوری خودش میرسونه به مصر، ما نمیدونیم، ولی میره به مصر. در ممفیس جلوی پای اسکندر مردم گل میریزند، ازش استقبال میکنند. شهرهای بزرگ مصر بدون هیچ مقاومتی تسلیم اسکندر میشن. تا الان 65 ساله که اینها دارن
علیه ایران هخامنشیان می جنگن، کشته می دند. چندین فرعون از دست دادند، چقدر جوان از دست دادند، چقدر زندگی هاشون تار و مار شده. بالاخره الان وقتی است که از زیر مهمیز هخامنشیان قرار بیان بیرون، در نتیجه جای پای سربازای اسکندر هم می بوسیدند، استقبال کردن از اسکندر. در این مدت کوتاهی که در مصر بوده فرمان میده که این بندر موجود اسکندریه رو بسازند و شروع میشه به ساختمان این بندر، این شهر به نام اسکندریه، که 150 سال بعد دیودوری که ما امروز داریم تاریخش رو میخونیم خودش میره و اینجا رو میبینه. حالا من این حرفی که زدم معنیش این است که ما که اینقدر داریم تکیه میکنیم گزارشات دیودور، دیودور اون موقع هنوز در قید حیات نه، اصلا به دنیا نیومده بود، بعدن وارد صحنه تاریخ شده، منتها از روی اسناد و مدارک و گفته های قبلی ها تاریخش رو نوشته. میگه که 150 سال بعد از تاسیس این شهر، ساختن این شهر، میگه این شهر به استثنای بردگان 300,000 نفر جمعیت داره، یعنی بدون تردید حداقل جمعیت این شهر یه چیزی بین 500,000 to 600,000 نفر بوده. حالا مقایسهش کنید با تهران 1325، متوجه شید که چه شهر بزرگ و آبادانی درسته. اسکندر همون راهی رو که کمبوجی رفت و 50,000 سرباز شد دست داد، باز نمیدونیم چگونه که کرد. در این تردیدی نیست که به کمک راهنمایان مصری این کار کرده، ولی این راه رو طی میکنه و میره به معبد آمان و معبد آمان اسکندر رو دست میکشه رو سرش، میگه تو پسر خدایی و فرعون جدید مصر. بعد از اینکه لقب پسر خدا و فرعون رو به اسکندر میده یا رو کاهنه، حالا دنیا رو ببینید که یه آدمی توی یه چهاردیواری نشسته چه اتوریتی به هم زده که میتونی به یه نفر بگه تو خدایی یا تو پسر خدایی یا تو فرعونی. دیگه اینو باید بریم تو دل فرهنگ اون جامعه، باورهای اون مردم و باورهای دینی اون مردم که ببینیم کاهنه چی بوده که میتونسته این کارا رو کنه، که اسکندر تحت تاثیر این القاب قرار میگیره، به اطرافیانش میگه که به اندازه پسر خدا باید به من احترام بگذاریم. تکبر بهش غلبه میکنه، فرعونیت بهش دست میده. دیگه میدونید که فرعون، تفرعون، این واژه عربی از خود فرعون اومده، یعنی آدمی که خیلی تکبر داره، یعنی تفرعون کرد، یعنی فرعونی کرد، خیلی آدمی است که متکبر. برگردیم به جانب ایران. داریوش رفته به بابل و در غیاب یک سال و نیمه اسکندر و داره سپاه فراهم میکنه و تجدید نظر میکنه در سازمان سپاه و ارتش و که یه کاری بکنه که این دفعه دیگه یه ارتشی به وجود بیاره که بزنه و ببره دیگه در مقابله با اسکندر، و استفاده از تجربیات دو جنگ گذشته و دو شکست گذشته. از اینجا به بعد ما متوجه یک تناقض و یک جمع ازدادی رخ میده اینجا که باز در تاریخ خیلی جالبه. ما یه آدمی داریم به نام ایسوس. این ایسوس ساتراپ باکتریاس، باختره برخ و مناطق رو مربوط به اونجا.
ما میدونیم که پیوسته ساتراپی اون منطقه رو به یکی از شاهزادگان هخامنشی میدادن. بنابراین این ایسوس میباید، کسی چیزی نگفته، این ایسوس میباید به پیروی از سنت این کار یکی از نزدیکان دربار هخامنشی باشه، برادرزاده ای، خواهرزاده ای، یک کسی باشد، نسبتی داشته باشه. باید الان چند ساله که ادعای سلطنت کل ایران رو میکنه و با شاهان اخیر هخامنشی در فکر رقابت و میخواد کاری کنه که خودش شاه بشه. حالا داریوش سوم از این ایسوس کمک خواسته که سربازات و نفرات رو جمع کن بیا به بابل. اول کاری که میکنن این است که گروه هایی تشکیل میدن که مراقبت بکنن از فرات و نگذرن که سربازان اسکندر روی فرات پل بزنن. حتی تو این برنامه بازدارندگی و جلوگیری از حمله مجدد اسکندر که تکلیف میدون جنگ رو خودشون روشن کنن، مثلا یه تر توطئه کشتن اسکندر هم میریزند که البته موفق نمیشند. مهم اینه که داریوش آیا باور میکرده که میتونه دو شکست قبلی رو جبران کنه یا بنا به وظیفه شاهی میخواسته بازم یه بار دیگه بجنگه، شاید در اثر این جنگ یه مقدار بینابین بشه و بعد یک سرنامه نوشته شه و در اون سرنامه یک قسمتایی از تصرفات امپراتوری از دست بره، ایشون یک علامتایی هم بده، اسکندر رو اون ور، این هم بیاد این ور، مثلا کار خودشو بکنه. تو این فکرها بوده دیگه. هم بر برحال مجموعه گزارشات دربار بابل نشون میده که ایشون داشته یه تدارکاتی میکرده، آدمایی رو جمع میکرده و ماموریت هایی هم میداده برای اطراف و اکناف که چه کارهایی بکنن، اما در مجموع مدیریت خوبی نبوده در کار، برای که هیچ کدوم این کارها هیچ نتیجه ای نداده. اسکندر پولش هم ساخت. اسکندر در سال 331 از فینیقیه به طرف به سوی ایران حرکت میکنه. در این سفری که داشته برمیگشته به طرف ایران، استاتیرا زن داریوش فوت میکنه، هم خواهرش بوده هم زنش بوده، میدونیم. مورخین آبوتاب بسیار زیادی دادند به مردن این زن و تحسر و افسوسی که غلبه میکنه بر اسکندر و وجدان اسکندر ناراحت میشه، خدماتی میکنه، دستور میده که خیلی محترمانه دفنش کنند و مطابق یک شخصیت بسیار والا به مردش احترام بگذارند. از این کار روی این کار این رخنه میکنه در ادبیات یونان قدیم، داستان ها و نمایشنامه های روی این داستان نوشته میشه اصلا، مرگ استاتیلا. اما یکی از خواجه سرایان اسکندر خبر میده که این شهبانو مریضی، با اندکی فاصله خبر میارن که این مریض مرد. میگویند که اسکندر با شنیدن خبر مرگ استاتیلا آنچنان آه و ناله و زاری میکنه که گویا خبر مرگ همسر خودش رو بهش دادند و خودش شخصا میره به چادر ملکه مادر داریوش. ملکه مادر رو میبینه، اونو در آغوش میکشه و دلداری میده بهشون و تسلیت میده و وصف کردن که زنان نشسته بودند و زاری می کردند. مادر داریوش داشت زنان رو مراقبت می کرد که زیاد شیون نکنند
و پسر 12 ساله داریوش هم در کنار جسد مادرش ایستاده بود و حیران بود به این صحنه. اینا رو همه رو به دقت رسم کردن، نقاشی کردن برای تصور. و با تشریفات 100% ایرانی و با اقدامات لازم دستور میده اسکندر اساطیرا رو خاک کنند. یه خواجه به نام کیریلتوس از اردوی اسکندر فرار میکنه و خودش میرسونه به داریوش که خبر مرگ اساطیرا رو بده به داریوش. حالا چه مرضی داشته این خواجه ما نمیدونیم. داریوش گمان میکنه که اسکندر نسبت به زنش نظر بدی داشته و این منجر به قتل زنش و حرفای این خواجه رو هم باور نمیکنه. دستور میده خواجه رو شکنجه کنن که حقیقت رو بگه. خواجه رو میذارن زیر شکنجه. هر چی شکنجهش میدن این باز میگه آقا این والا مریض بود مرد. این حرفایی که شما میزنید اتفاق نیفتاده. بالاخره وقتی شکنجه به حد نصاب خودش میرسه و این خواجه دیگه به دم مرگ میرسه، شما میگه ولش کنید. من باور میکنم که اسکندر به زن ما احترام داشته. به طور کلی یه بار دیگه تکرار میکنم، ما از دستگاه ایرانی دربار ایران هیچ گزارشی نداریم. تمام گزارشات مربوط است به اردوی اسکندر، اقداماتی که اون طرف میشه، برای اینکه همه اونا اونجا بودن اونا رو نوشتن. در ایران کسی نبوده این کارا رو بکنه و ما نمیدونیم که داریوش چه شبحی بوده تو این تاریخ، چه آدمی بوده، چی گفته، چی شنیده، چه کار کرده. ما فقط یه آدمی رو میبینیم که هی ارتش عظیم فراهم میکنه، میره جنگ فرار میکنه. یه ارتش عظیمی دیگه فراهم میکنه. این ارتش با این عظمت چجوری با این سرعت ها به دست میاد؟ بعد این ارتشی که اخیراً به دست اومده چه تجربه جنگی داره؟ هیچ کدوم اینا رو ما نمیدونیم. بعد از فوت استاتیرا و اینکه داریوش متوجه میشه که اسکندر نظر بدی به زنش نداشته، 10 نفر رو میفرسته که یک پیغامی رو به اسکندر بده. که پیغام اول پیشنهاد صلح، میگه من دخترم رو به تو میدم، تمام آسیای سرلی تا هلسپونت رو هم میذارم مهریه دخترم میکنم بهت میدم، 30,000 تالان هم بهت غرامت جنگی. اسکندر باز جلسه مشورتی برقرار میکنه با فرماندهانش، به خصوص با اون پارمینیون. پارمینیون میگه که آقا پولو بگیر این پیر زنه رو بهش بده بره. اسکندر میگه من تاجر نیستم، من برای تجارت به اینجا نیومدم که پولو بگیرم زنه رو بدم. اگر لازم باشه من این زن بچه رو بدون دریافت پولی بهش میدم. بعد از همه این مشورت ها یه پاسخی به این 10 نفر داده میشه که ببرن برای داریوش. باز تاکید میکنه با تو زمین هایی رو به من میبخشی که مال منه، من به ضرب شمشیر خودم گرفتم. دفن همسر تو از روی دوستی با تو نبود، این طبیعت و فطرت من بود که با احترام یک مرده ای رو خاک میکنه. به تو رفتی نداره. این جواب قشنگ نشون میده که اسکندر غرق در نخوت پیروزی است و داریوش له شده زیر لطمات شکست و ذلت و بدبختی است. داریوش تمام سرداران رو به بابل دعوت میکنه، من جمله به سوسو که در بلخ بوده و مدت هاست این شایعه هست که این داره تقلیف جلا میکنه که خودش به سلطنت برسونه، در رقیب داره میشه.
با کمک همین بسوز و سایر افرادی که از جاهای دیگر شهر خاصه سازماندهی میکنن و ارتش جدیدی رو به وجود میدن، تجدید سازمان میدن ارتش رو. 200 عرابه تیغدار جدید میسازند. این عرابه ها که از دو طرفش تیغهای بیرون و شمشیرهای دارم مادری بیرون و میفرستادن به طرف جبهه دشمن، خب مردم رو تارمار میکرده، لطوپار میکرده و هرکی میخورده، سبب خوف و وحشت بوده. در حقیقت تانک های اون روز بوده دیگه. دستور میده که تمام آذوقه منطقه بین النهرین رو جمع آوری کنن، بیارن در یک مرکزی، اون چه هم که باقی مونده بسوزونن، که در این منطقه دیگه اسکندر بدون آذوقه. 3000 نفر سپاهی با 2000 تا مزدور یونانی رم میگذاره که مانع پلسازی باشند روی فرات. با این مقدمات تمام سپاه خودش رو از بابل حرکت میده و در جلگاه های نینوا در حاشیه شهر اربیل فعلی اردو میزن. حالا تا به حال بهش گذن تو جاهای تنگ جنگیدی شکست خوردی، این دفعه خواسته یک جای گشاده انتخاب کنی دیگه شکستم. در جبهه داریوش یک ابتکار نظامی هم انجام میشه که برای اولین بار در دنیا در تاریخ بشر، اینه که راه ها رو برای اسکندر در حقیقت با معیارهای امروزی مینگذاری میکنند. یعنی میان میله های نکتیزی رو درست میکنن به صورت سپر و ول میدن تو جاده که بره توی پای مردم فرو و باشون خون بیاد و از راه رفتن بمونند. اسکندر بعد از خاکسپاری استاتیرا از فینیقیه راه میفته. بنابراین ما باید یعنی بدونیم که استاتیرا همسر داریوش سوم در لبنان به خاک سپرده شده و میرسه به کرانه های فرات. علارغم تمام تلاش هایی که مزدوران یونانی و سربازان داریوش کرده بودند، پلسازای اسکندر پل رو ساخته بود. این دیگه خیلی عجیب تو خاک خودت، رودخونه ای که در از خاک تو داره عبور میکنه، یه عده معدود بیان پل بسازن و تو نتونی جلوشون رو بگیری. خب این آدم این تاریخ رو میخونه، حق داره که دچار ناباوری بشه و با این ناباوری بگه آه اصلا اصلش دروغه، اصلا اینا هیچ کدومش درست نیست، ولی این اتفاق افتاده. بله، اسکندر با سپاه خودش به آسونی از فرات عبور میکنه، در حالی که این فرات به مصابه یک خندق طبیعی عظیمی بود که خودش خود به خود محافظ این طرفی ها بود و در حال عبور از فرات میشد زد له کرد، کشتار کرد. اما یک چیز رو مورخین نوشتن، اون است که اسکندر خاطرات اون 10000 نفر رو که از ایران رفتند، مزدوران یونانی رو که گزنفون نوشته بود، خونده بود. بعد تجربه آموخته بود حالا چه کار باید بکنه و چماخم کار آگاه بود. به همین دلیل پیوسته از کرانه های رود فرات عبور می‌کرد که هم کشتی‌ها در رودخانه آذوقه آب همه چی بهش بدن و هم نزدیک رود باشه و
از فراوانی و نعمت برخوردار باشه. آب علی موجوده همه چی. یه جاسوس ایرانی رو در این حرکت تو داشت از فراخ هم توی ساحل فراخ می آمد پایین، یه جاسوس ایرانی رو دستگیر میکنه. جاسوس ایرانی بهش میگن که شاه در کنارهای دجله منتظر توه. در حالی که اسکندر سخت نگران بود که داریوش با سپاهش به طرف زاگرس عقب نشینی کنه و همش فکر کرد که اگر داریوش بره به طرف زاگرس من چه خاکی به سر بریزم، من توی این کوها چه بکنم. و این اصلا به فکر کسی نرسید که این عقب نشینی رو بکنه و سپاه دشمن تو کوه کمرها و تو گذرگاه‌های زاگرس به صد تا دویست تا دویست تا به تله بندازه بزنه نابود کنه. اسکندر تا فهمید که شاه ایران در کنار دجله است به سرعت به طرف حرکت کرد. حالا چرا داریوش به این فکر نبود که بره به طرف کوههای زاگرس؟ آیا این یه عقب نشینی تلقی میشود که تو بابا جان تا حالا دوبار فرار کردی، همارم به کشتن دادی؟ نمیدونم. اسکندر در نزدیکی های ارمنستان به طرز معجزه آسایی میگن از آب گذشته. ما میدونیم که معجزه نمیتونه در کار باشه، به حال یا پل زده یا از یه جایی کم عمق عبور کرده، از آب عبور کرده. هیچ مورخ جز این فکر نمی کرده که داریوش برای اسکندر یه تلهی گذاشته که بگذاره به این آسونی از آب عبور کنه. همه فکر کردن این یه تله است. آخه پیشروی سریع آدم باید به شک بندازه. وایسه، آخه چه خبره؟ چرا هیچ کس نیست روی من؟ من به خوبی یاد دارم که حالا یه جمع وسط پرانتز یه چیز کوتاه بگم برای که یه خاطره است جالبه. این است که من برادرمو برای معالجه برده بودم به اورشلیم برای اون بیمارستان هاداسا در زمان شاه البته، و اون روم سرویس و اون هتل یه خانومی بود که اون خانوم خواهر آقای ایزری بود که وابسته فرهنگی اسرائیل بود در ایران. در نشه ما دوتا همگر شناختیم و ساعت‌ها می‌شستیم با هم که حرف می‌زدیم. او میگفتش که من پسرام پشت میز صبحانه بودن که یک مرتبه رادیو یه جمله‌ای گفت من نفهمیدم، ولی پسرام بلند شدن پوتینشون رو پاشون کردن، مسرسلشون رو برداشتن، کت شلوارشون رو تو راهتنشون کردن، دنبالشون دویدم، دیدم سر کوچه تمام اتوبوس‌های اتوبوس‌رانی آمدن که اینا این بچه ها رو جمع کنن ببرن. یعنی با یه رمز از رادیو اینطور سازماندهی شده بود و اینا رفتن به جنگ. پسره که رفت به جنگ فرستاده دانش تپه‌های جولان، به اینا گفته بودن که تا این ساعت باید در این منطقه باشید، تا این ساعت باید اینجا باشید. ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه به اینا گفته بودن که در کجاها باشید. این پسره تعریف کرده واسه مادرش که ما یه دفعه نگاه کردیم دیدیم ای داد بیداد، جایی که ما باید فردا ساعت مثلا 9 صبح برسیم الان که 4 بعد از ظهر امروزه رسیدیم. زود تماس گرفتیم بودیم آقا ما اینجاییم، نکنه یه تله یه چیزی باشه. که بعد به اون خبر دادن نه تله نیست، خاطرتون جمع باشه بریم. بنابراین یه پیشروی سریع میتونه واقعا یه تله باشه برای یه کسی، ولی کسی به این هیچ فکر نکرد.
عبور از آب دجله برای سپاهیان اسکندر که کار بسیار سختی بوده، ظاهرا تلفاتی هم داشته، و حالا بقیه سپاه آمدن این ور آب خسته و هلاک و از خطر مرگ جسته و چه خسوف هم میشه. خسوف که میشه سربازای اسکندر میگن آقا این خدایان دارن به ما میگن که این نرید این جنگ رو بکنید. اسکندر با زیرکی خاصی نطق میکنه، میگه این یکی از خدایان ایرانیه، این خدایان ایرانی داره به ایرانی ها میگه کارتون تموم شده بدبختا، روز مرگتون رسیده، پیامو داره به اونا میده، شما چرا دارید میترسید؟ دو مرتبه سربازاشو بسیج میکنه، از ترس بیرون میره. این علامت شکست ایرانی هاست. با حال در منطقه گوجمل در غرب اربیل امروزی شمال شرقی موسل این برخورد دو سپاه رخ میده. پلوتار این گوگمل رو معنی کرده، رفته دنبال معنیش، میگه گو یعنی محل به زبان فارسی، جملم یعنی جمل، یعنی این جمل عربی ریشش فارسیه، حالا رفته معرب شده، یعنی محل شطور. ایرانی ها هم یه افسانه ای داشتن برای این که یه پادشاهی با سوار بر شطوری بوده و یه خطری تهدیدش میکرده، این شطور با سرعت بسیار زیادی در این منطقه حرکت میکنه و جان شاه رو از یک خطر مهلکی نجات میده. در نتیجه شاه میگه که مالیات شهرهای اطراف اینجا رو خرج این شطور بکنید. این داستانم روی این محل بوده. حالا بچه تصمیه گوگمل رو این بابا اینطور گفته. اما اقدامات اولیه‌ای که داریوش در انتظار اسکندر بوده اینجا شهر داده شده که دستور میده که این دشت رو از سنگ و کلوخ و اینا صاف کنند که عرابه ها بدون برخورد با سنگی مانعی به راحتی بتونن حرکت بکنند. شمشیرهای سپاهیان رو هم دستور داده که شمشیرهای بلندی تری بسازند به تقلید از سربازای اسکندر، یعنی این که اگر اونا که پیروز شدن برای اینکه شمشیرهاشون دراستر بوده از ما باید شمشیر دراستری داشته باشیم. نیزه ها رو هم چون سربازان اسکندر نیزه های بلند داشتن، این هم میگه که ما باید نیزه های بلند داشته باشیم. این تمهیدات رو خرج میده و آماده نبرد نهایی. جمع پیاده نظام رو پلوتارخ نوشته 1,000,000 نفر، سوار نظام 40,000، عرابه داستار 200 عرابه و 15 قلاده فیل. مورخین معاصر می نویسن که این عدد خیلی نجومیه، بعد از 2 جنگ و متفرق شدن 2 بار ارتش یک سال و نیم وقت 1,000,000 پیاده نظام فراهم کردن کار آسونی نیست. حالا بگذاریم که اگر هم فراهم بشه، حالا این چه کاره است؟ چی یاد گرفته؟ چه کار باید بکنه؟ اونو چه کار نده؟ میگویند برای بزرگ جلوه دادن فتوحات اسکندر ناچار شدن که سپاه ایران رو بالا و بالا ببرن، قوی نشون بدن که بگن این سپاه کوچولو تونسته این سپاه عظیم رو شکست بده. به این دلیل اون بسوس فرمانده بلخی ها میشه با هندی ها و یه منطقه بوده اونجا به نام کافرستان، اون سربازای اونجا رو این با خودش آورده.
آریان نوشته که سپاه اسکندر 40,000 تا پیاده بوده و 7,000 سوار. یک مقدار از این 7,000 سوار هم اسکندر به عنوان نیروی ذخیره نگه داشته که اگر سپاه اسکندر در جایی دچار محاصره بشه اون نیروی ذخیره بیاد و محاصره رو بشکن. شب قبل نگرانی شدیدی به داریوش دست میده از عظمت ارتش ایران و این عرابه ها و فیله ها و در هر دو جبهه مشورت و بگومگو و ترس از شبیخون برقراره و هر دو جبهه ترس از شبیخون دارن. داریوش میگه که اصلا زین رو از اسباب برندارید، بگذارید همینطور زین شده بمونن، سربازان کفشاشون رو در نیارن، همه آماده باشین که اگر شبیخونی شد بتونیم دفاع کنیم. در جبهه اسکندر هم همینطور نگران شبیخون. اما باز برای جلوگیری از، نه تنها برای جلوگیری از شبیخون، برای اینکه روحیه دشمن رو ضعیف بکنند، شاه ایران دستور میده که در تمام اردو چراغ روشن کنند، مشعل چراغ هرچی هست نور ایجاد کنند. اسکندر در یه محلی بوده، روی تپه بوده در بلندی، وقتی این نور عظیم رو میبینه دست دعا به طرف آسمون دراز میکنه و از خدایانش مدد میخواد، خیلی رویش برمیده. تا نزدیکای صبح هم خوابش نمیبرده، اما نزدیکای صبح خواب بهش غلبه میکنه و میخوابه. سحر جنگ شروع میشه. اون پارمنیون نید دوه توی خیمه اسکندر و به زحمت اسکندر از خواب بیدار میکنه که برنج جنگ شده شد. شب پر از مخافت هر دو طرف درست در لبه سحرگاه به پایان میرسه و جنگ شروع میشه. حالا داستان عرابه ها و فیل ها رو براتون میگم. تمام این کارها و فکرها هم داریوش خودش کرده دیگه. شاه حق نداره کسی حرف بزنه. این که فرمان این بوده که در آغاز جنگ این عرابه ها با فاصله های مشخصی این سربالایی رو با تاخت تهی کنن، اینا برن بالا و بزنن به سینه سپاه دشمن و سپاه دشمن رو لط و پار کنن و متفرق کنن و اصلا دیگه تموم شد، جنگ تموم شد. اسکندر در برندی بوده با پارمنیون، میبینن که از دور تعداد بسیار زیادی عرابه تیغدار داده میاد. بلافاصله برنامه ریزی میکنن، به سربازاشون دستور میدن که هر عرابه‌ای که اومد خیابون باز کنید، بذارید از وسط شما عبور کنه تا به منطقه علیه سربلندی سربالایی برسید. اون موقع دهنه اسبو بچر خونید، از این سرازیری عرابه‌ها رو ول بدید. همین سادگی، به همین آسانی عرابه های داریوش این سربالایی رو تاخت میرن بالا، براشون خیابون باز میشه بدونه که طرفاتی به سپاه اسکندر وارد چه در منطقه علیه سربالایی سر اینا رو کج میکنن و تو این سرازیری شلاق میزنن به اسبا و اسبا حرکت. چه اتفاقی میفته؟ تمام پیاده نظام ایران متولد میشه. این شکست اینقدر سریع بوده، اینقدر این شکست سریع بوده و فقط هم به دست داریوش انجام شده، کسی دیگه هیچ کاری نکرده جز داریوش با این کارش. البته خبرهای زد و خورده دیگری هم از این جنگ توشو کنار هست، ولی اهم قضیه اینه. داریوش باز قرار بود.
در زاب کوچیک از یه پلی عبور میکنه از رودخونه و تصمیم میگه که این روده رو خراب، این پل رو خراب کنه که اسکندر نتونه تعریفش کنه. حالا اطرافیانش بهش میگن یا خودش به فکرش میفته، میگه آقا این محل فرار برای بقیه ایرونیاست، چرا ایرونیای دیگری هم بخوان از او عبور کنن، در جای پل خراب نمیکنه ولی به تاخت میره. اسکندر با معدودی از اطرافیانش به سرعت داریوش رو دنبال میکنن، تا چندین کیلومتر هم میرن و به گرد پای داریوش نمیرسند. برمیگردن با همراهی پارمینیان و شور قارت اردوی شاهی میشه. اینجا دارن قارت میکنن، داریوش راه فرار رو میگیره و میره ماد، میره به اکباتان که دو مرتبه سرباز شد. آریان مورخ نوشته که شاه ایران داریوش اولین کسی بود که از این جبهه زد. وقتی از پدیدنش ناامید میشن، اسکندر راه بابل رو پیش میره، به طرف بابل. دقیقا مردم بابل همون کار رو میکنن که مسیا کرده بوده. این هم 200 سال بود که براتون تعریف کردم، هر وقت شاه عوض میشد اونجا میان بر ادعای سلطنت میکرد و یه شورشی میشد و اینا میرفتن میزدن میکشتن ویران میکردن و مردم سر جاشون میشد. مردم بابل از اسکندر استقبال می‌کنند. اسکندر بدون هیچ گونه نبردی، بدون هیچ گونه زد و خوردی وارد بابل میشه و میره در قصرهای شاهی. مهم اینه که در تمام تاریخ‌ها یا افواه عمومی ما ایرانی‌ها میگیم که آره این اسکندر ایران رو به این دلیل به ذلت و بدبختی نشوند که وقتی آمد ایران رو گرفت تمام مناصب رو مقامات رو داد به آدم های فرودست، آدم های نادان، لات و لوتا، بی لیاقت ها. ابدا چنین نیست. تمام فرمانده ها، فرماندار ها، تمام بزرگان قوم رو در منصب‌های خودشون گذاشت، مشاغل به اینها داد و کوچکترین دخالتی در اداره امور مدیریت بزرگ نکرد. همه این آدم ها رو گرفت، فقط به اینا گفت تا حالا شاهتون اون بوده، حالا شاهتون من، و همین آسان. و تمام مدیران سابق، ساتراپای سابق، فرماندهان سابق، عمرای ارتش سابق در خدمت اسکندر کار کرد. فعلا شب روزتون بخیر. داستان بابل رو در هفته آینده بیشتر و مفصل‌تر براتون می‌رسونم. های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.